بیست و سه روز تا بیست و سه روزی دیگر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را انتظار داریم و قرار است به زودی امریکا و طالبان هم توافقنامه صلح را امضا کنند. به کدام مسیر می رویم؟ آیا از این دو حتما باید یکی را انتخاب کرد؟ مهمان من امشب رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. وی مهندس است و هم جنرال چهار ستاره. نبیل سال هاست که در ادارات امنیتی و استراتژیک کشور نقش اساسی داشته. امشب از وی میپرسیم که نسخه او برای نجات افغانستان چیست؟ آقای نبیل به برنامه خوش آمدین. تشکر. بسیار زیاد سلام تقدیم میکنم به حضار گرامی و همتان عزیز. آقای نبیل، تا سه هفته دیگه، سه هفته و سه روز دیگه اگر دقیق بگویم، قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. آماده هستن برای ازی که بر رقابت برن و همچنان برای ازی که بر رقابت نرن و از انتخابات بگذرن؟ ما به انتخابات بر رقابت آماده هستیم با تمام توان، با تمام برنامه، با تمام با یک دیدگاه کاملا متفاوت که اساسش مشکلات 40 سال گذشته بوده و اساس تحلیلی که ما از وضعیت داریم فعلا و در ناکامیایی که ما داشتیم به اساس از او برنامه خودی خود آماده ساختیم. اما کاملا به طرف انتخابات قابل قبول آماده هستیم. اگر صلح و یک بحث جدیتر از امروز ما بدل شود، آماده هستین که از این رقابت کنار برین به خاطر صلح؟ سوالی جست که مقابل جمهوری اسلامی افغانستان چی به دست میاره؟ درست. اگر ما ببینیم که در مقابلش مردم افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان یک دستاورد بهتر و خوبتر را در این شرایط به نام صلح می داشته باشه، بله. اما ما شک دارم که چونین صلحی که ما بتانیم از او یک دستاورد خوب داشته باشیم در این مقطع زمانی و در این شرایط با می شوی که پیش میرن، شک دارم. چی یک پیشرفته در 23 روز دیگه میتونه مانع رفتن شما به میدان رقابت انتخابات شود؟ در صورت که در بحث های صلح وضاحت های بسیار واضح به میان میاد و مردم افغانستان در مجموع ترجیح بدن که به طرف صلح ما باید گام برداریم و او صلح باشه که دستاوردهای مردم افغانستان و در کل جمهوری اسلامی افغانستان متضرر نسازه. آغاز مذاکرات مستقیم، انتخابات یک از ارکان جمهوری است. ای اگر تعویق میفته و در مقابلش ما دستاورد می داشته باشیم، مثلا اگر آتش بس سر تا سری را ما به دستاورد می تانیم، خوب است که انتخابات به تعویق بفته. درست. در بحث صلح شما به عنوان یکی از نامزدان انتخابات و دیگر نامزدان انتخابات چقدر دخیل هستن؟ خب ما چی که رهبران ما دخیل نیستن. من دیروز از امید استودیو شما بحثی که با دکتر سیب خلیزاد داشتین دیدم، واقعا متاثر شدم. من عیسی افغان، سرزمین از ما، سرگذشت از ما، سرنوشت از ما، قربانی از ما، اما به عوض از اینکه رهبرای افغانستان بیان توضیحات بتن، یک دیپلمات خارجی میان و برای ما سر تمام این مسائل که با سرنوشت مردم افغانستان گیری خورده اونا توضیحات میتن، بسیار زیاد متاثر شدم. در این بحث جدی است که اطمان در لابلا ما با او میپردازیم. اما از این نگاه من حیث یک افغان، من حیث یک شهروند احساس ناراحتی کردم. درست. فکر میکنین که آنچه را که شما گفتین آتش بس در برابر به تعویق انداختن انتخابات در 23 روز دیگه ممکن است؟ خب بحثی که فعلا جریان داره بحث مذاکرات بین الافغانی، یعنی تقریبا اما قسمت بسیار مشکل و میتونیم جنجالیش به او بحث گذاشتن و در ضمن متاسفانه پراگندگی که در اجماع سیاسی ما به وجود آمده که ما سر یک لست جور نمیاییم. بله. با ماها طول میکشه. وقتی که مذاکرات شروع میشه اونجا بسیار بحثای جدی کلان صورت میگیره. به خاطر من فکر نمیکنم که ما زود به چنین سادگی یک مشکل بسیار کلانی که ما فعلا
به او روبروستیم. یعنی تقریبا ما اگر کس بخواه نخواه ما در بحران هستیم و به طرف بحران میریم. اگر درست مدیریت نشه، هم صلح و هم انتخابات درست مدیریت نشه، ما به یک بحران خود رفتیم که باز قیمتش همین مردم افغانستان که هم روزه قیمت میپردازن، شاید این قیمت بلندتر و جدیتر باشه. جناب نبیل، شما میگین که قرار است یا احتمال وجود داره که ما هم در میدان صلح ببازیم هم در میدان انتخابات. دقیق، اگر درست مدیریت نشه هر دو پروسه، اگر پروسه صلح درست مدیریت نشه، آن چیزی که من دیروز شنیدم و تشویش های جدی خود دارم در اون میپردازم کدام مسائل از اون بس و بعض مسائل دیگه که من نظر به معلوماتی که من خودم دارم او قابل تشویش است و مردم افغانستان باید از این مسائل به سادگی به سهولت نگذرن. ما 40 سال تجربه تلخ داریم، ما باید پلان A، پلان B، پلان C در تمام مسائل داشته باشیم، خصوصا وقتی که سرنوشت مردم افغانستان. با او برمیگردیم. شما آیا از روند سال که به رهبری امریکا آغاز شده حداقل استقبال میکنین؟ فکر میکنین راه درستی است؟ خب نیت درست است، باید از یک جای سال شروع شد. اما 9 ماه مذاکره با طالب شیوه را من درست نمیبینم، شیوه نادرست است، به خاطر که دی بس قربانی اصلی این جنگ مردم افغانستان است. اما حالا زمینه مساعد شده که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با هیئت طالبا روی یک میز بنشینن و مذاکره کنن. فکر نمیکنین یک پیشرفت قابل ملاحظه است؟ خب من گفتم که شیوهش نادرست است، به خاطر که اصل قضایا در بسیاری موارد فیصله شده بین پاکستان و طالبا و امریکا، یک بس 9 ماهه جریان داشته. چی فیصله شده؟ تا به حال ما نشنیدیم که از این بحث گفته باشد که ما جمهوری اسلامی افغانستان محفوظ بینگرد. تا به حال هیچ حرف سر شبکه اقانی و دیگر گروپ های تروریستی که بیشتر یک دید استراتژیک برای جنگ افغانستان و یک وسیله استراتژیک تروریسم است در افغانستان، او بحث نشده. تا به حال ما نمیدانیم افغانستان، ما خود ما قربانی تروریسم هستیم. در این بحث متاسفانه بیشتر من حیث صادر کننده تروریسم معرفی شده، در حالی که ما قربانی بودیم، پاکستان صادر کننده تروریسم بود. حالا برعکس ما را در این بحث میکشه. مسئله بسیار مهمی دیگه، پناهگاه ها اصلا بحث نشده. آیا در این قبال چی تضمینی وجود داره که سناریوی 40 سال سر ما تکرار نشد؟ بله. بیرق تغییر میخوره، سوژه اموز به نام اسلام 40 سال است ما قربانی میدیم. بله. این بحث است که ما مردم افغانستان حق دارن بپرسن و از امریکا بپرسن، از تمام طرف های زیدخل. فکر نمی کنن این بحث هایی است که مربوط خود افغان ها میشه که با هم بشینن رویش صحبت کنن؟ خب یکی است که ما قضایا و مسائل بسیار سطحی ببینیم. افغان ها چگونه میتونن از پاکستان پرسان کنند که بگویند که شما پایگاه های تروریسم بسته کنید؟ این بحث مربوط به بحث یک مسئله را من میخواهم اینجا سه بود قضایای افغانستان، خصوصا بحث صلح سه بود داره: اجماع داخلی، منطقوی و فرا منطقوی. بسیار خوب. این بحث اصلا اما رکن اساسی بس که مردم افغانستان است در او دخیل نیست. درست. شما آقای نبیل که نزدیک به 2 دهه گذشته بیشتر کارهای امنیتی کردین و رئیس اداره امنیت ملی افغانستان در 2 دوره بودین که یک اداره ضد طالبانی است، هویتش یک هویت ضد طالبانی است، آیا میتونین با طالبا کنار بین شخص خودتان با اونا کار کنین؟ ما وقت میتونیم با طالبا کنار به مردم افغانستان که ما یک وجه مشترک با اونا پیدا کنیم و او وجه مشترک در راستای منافع کلان ملی باشه. متاسفانه به طالبا بیشتر به یک فکر خویشاوندی فکری دیده شده، در حالی که نیست. دیتر ما منافع کلان ملی خود باید یک تعریف متفاوت داشته باشیم. با طالب وقت ما میتونیم کنار بیاییم که نقطه مشترکی که او به نام افغانستان باشه، هر نامی که باشه، ما به او به یک نائل شویم.
به اون بس. بله. در غیر از او وقتی که همه چیز در تضاد باشه، شما دیدین بحث صلح میشه با نیروهای خارجی که ما را از خاطر از اینکه شما تحت اشغال زندگی میکنین به حرف از اونا با اونا میشینن، اما اولاد ما را دیگه با بم انفجار میتن. کدام وجه مشترک است؟ تا بالا هیچ ما وجه مشترک نمیدونم. نسخه شما چی است؟ اگر امروز شما به جای رئیس جمهور غنی باشین برای بیرون بردن افغانستان از آنچه که شما بحران میگن یا بحران که در انتظارش به گفته شما هستیم، چی باید کرد؟ ما تقریبا سه راه را میتونیم پیش بگیریم، پلان A، پلان B، پلان C، چیزی که گفتم. راه اول است که ما از تمام خودخواهی های خود بگذاریم. سر از فردا رئیس جمهور مجلس هر دو شورای ملی را، سیاسیون، نهادهای مدنی، نهادهای خانما، اینا رو همیشه بخواین استاد شوه بگه خب مشکلات داخلی داریم، تفاوت دیدگاه داریم، اما آل بحث فنا و بقای جمهوری اسلامی افغانستان یا کشور به نام افغانستان با تمام ارزش‌ها، با تمام قربانی‌ها است. یک درست هر نوع دیدگاهی که از اجماع برآمد، اما ای صادقانه باشه، از این سوژه کمپاینی، از این مسائل استفاده نشه. ما میبینیم متاسفانه از مسائل کلان ملی ما در این مقطع استفاده بشه. به این خاطر دو بحث موازی ما داریم، صلح و انتخابات. صلح باید به اجماع باشه. بله. انتخابات پراگندگی است، در تیما تقسیم میشه. این بحث باید ارجحیت بدیم. اگر امی اجماع سیاسی گفت که نخیر ما میریم به طرف انتخابات، انتخابات شفاف، انتخابات که بهتر از 2014 باشه، ما انتخابات نروژ و سویدن در شرایط افغانستان برگزار کرده نمیتونیم، اما قابل قبول برای مردم افغانستان باشه، تلاش شود، صادقانه نشان داده شود. انتخابات از این اجماع دو حالت میبره، یا میگن که به انتخابات بریم، و یا هم این را میگن که یک طرح را ما بسازیم که من حیث زعمای کشور اونا بیان قربانی بتن، اونا بیان بحران، به خاطر مدیریت بحران اونا جسارت کنن. قربانی هدفتان چی است؟ قربانی به این معنا یک راه حل میتونه که دکتر سیب اشرف غنی من حیث سرپرست بانه در بدن حکومت از اجماع کار بگیره، کادرای خوب افغانستان رو در او شامل بسازه و پالیش یک شورای باشه، وقت خود تعیین کنه، بگوین که من در انتخابات اشتراک نمیکنم، اما ما برای مردم افغانستان صلح میارم. درست. یک بس. یا دکتر سیب عبدالله اینه. درست. او میتونه حکومت مشترک است. مشترک است. و این یک رای اصولی به خاطر است که حداقل 50% رای آورده. بله. ما به طرف حکومت موقت یا چیز نمیریم. یک رای حل هست که ما بتونیم بحث صلح را بحث انتخابات میپردازیم بدون شک. اما در بحث صلح و خروج نیروهای آمریکایی، آیا شما میتونید اگر افغانستان را تصور کنین در یک سال، دو سال آینده یا کمتر، که در او هیچ حضور نظامیان آمریکایی و حضور برجسته سیاسی آمریکایی نباشه و افغانستان بتانه به پای خود بیسته و به پیش بره؟ بله بله. ما یعنی میگن ما خودکفا هستیم. ما طرح خودم خودکفا اگر نیستیم، ما باید این جسارت داشته باشیم که گفتم که بحران مدیریت کنیم. و طرح که ما داریم در تیم امنیت و عدالت، ما فقط دم یک قسمتش میپردازم، یک کمک چند ثانیه شاید بیشتر باشم. ما داریم 40 سال است که قریه از شهر جدا شده، عالم دین از نظام جدا شد، اقوام افغانستان متاسفانه پراگنده ساخته شده. طرح ما است، ما مستقیما سر یک قسمت طرح میایم، کل طرح نیست. ما 6 قسم ولسوالی ها داریم. ولسوالی های اقمار شهرهاست، ولسوالی های در امتداد شهرها هاست، شهرگاه اقتصادی ماست، ولسوالی های سرحدی است، ولسوالی های دارای منابع عایداتی، معدن و دیگر منابع عایداتی، و ولسوالی هایی که یگان تأسیسات استراتژیک داریم. این 5 کاتگوری ولسوالی تقریبا در حدود 60% خاک تشکیل میتن، اما بیشتر از 75% نفوس تشکیل میتن. بله. میمانه ولسوالی های چی میکنیم با اینا برای خود کفایی افغانستان؟
میمانه ولسوالی های درجه ششم که او هیچ شامل از این بحث نیست. ما تمام اردوی ملی را، تمام حکومتداری را، پروژه های انکشافی را تمرکز میتونم سر می کتگوری اول پنج تا. با کدام پول؟ ماش از کجا میکنیم؟ ایجا بیاییم، ایجا بیاییم. اول وقتی که خب دفعتا من فکر نمیکنم پول قطع شد که تمام همه چون سوال همی بود بل. در یک وضعیتی که امریکا نیروهایش کم کنه تمویل نیروهای امنیتی کم شود چی باید کرد؟ اینجا ما اردوی ما میال سخت تا سر افغانستان مصروف تامین امنیت است. ما اینجا میاریم تمرکز میکنیم نفوس بیشتر مساحت کمتر اردو را اینجا تمرکز میتیم. سرحدات ما رای بور و مرور دشمن قاچاق منابع طبیعی این را وقتی که ما در کنترل خود بیاریم با امی قوت فعلی ما میتونیم ایره بسیار خوب چیز. بسیار خوب اگر مثلا سرحدات من میگم ما در سرحدات تمام ولایت ها ولسوالی های سرحدی اینمی نیروهای امنیتی که در بسیار سر نامناسب اینا به تقاعد ثبت داده شدن استخبارات ما مدیریت این قسمت ها را نظامی اداری میسازم بله. سر دوره مدیریت شما هم که در نهادهای امنیتی بودن صحبت میکنیم بیشتر، اما چون در بحث صلح هستیم آقای نبیل، شما بیشتر هم گفتین که جمهوریت بر شما مهم است. میخوایم بپرسم که آیا خط سرخ است؟ جمهوریت دقیق باید بر مردم افغانستان خط سرخ باشه. و اما شما در یک نظام که امارت اسلامی برگشت امارت اسلامی طالبا باشه زندگی کرده نمیتونن. ما زندگی چی میخوایم به یک مبارزه کنم برای حق مردمیم به هر قیمت که باشه، چی مبارزه مدنی باشه چی ما میجا با مردم خود بودم. درست استاد میشن از راه تفنگ با امارت اسلامی مبارزه میکنه؟ نه او بحث بدی است، به هیچ صورت ما نام تفنگ در این موقع باید نگیریم. وقتی بحث صلح میکنیم باید بحث ارزش ها باشه نه بحث تفنگ، چون ما دیدیم گذاشتر. اما همیجا مردم افغانستان اونا تغییر کردن. اینمی که ما شما نشستیم اینمی تغییر است که ما باید با آسانی از دست ندیم. بدون شک. آیا حکومت وحدت ملی را شما مانع رسیدن به صلح میدانن؟ متاسفانه حکومت وحدت ملی جز بحران شده در تمام عرصه ها، در سه صلح، در سه انتخابات، در سه پیشرفت. شما فکر کنید در چنین شرایطی رهبرای حکومت وحدت ملی میان یکی میگن که شاخهای معاون ما پلاستیکی است یا دیگه، او دیگه میگه که نه از ما. شما فکر کنید دمی ما در بحران هستیم، روزمره 100 نفر 200 نفر از هموطنان ما کشته میشه، شهرهای ما در محاصره است، در عرصه سقوط است. اینا میان از این سوجا استفاده میکنن و بزرگوارای دیگه هم باز میگن که ما اینا را جز بحران میدانم. آقای نبیل از این منطق بسیار قوی هم دارم. آقای نبیل، چهرهایی که در دوحه هستن از طالبا، چون شما رئیس اداره امنیت ملی بودین دو دوره، طبعا آشنایی نزدیکتر از اینا دارین، کیا هستن؟ چقدر تاثیر روی میدان جنگ و جنگجویای طالب دارن؟ یکی از نقاط دلهوره و ترس همیست اونا یک مدت زیاد از ماشین جنگی طالب بیرون ماندن. دو قسم مردم هستن دلوجه. یک تعدادشان 14 سال 15 سال بیشتر از او در گوانتانامو بودن و آمدن در قطر هستند. یک تعدادشان مطلق بسیار روابط نزدیک با آیسای پاکستان دارند. ما ترسیمه ایست که با آوردن همچون یک بخشش یک تعدادشان ملاهای یا طالبای مساجد ما هستند. ما گفته نمیتونیم که اونا حس افغانی ندارن، به سه کتگوری اگر تقسیم کنیم. ما ترسیمه ایست که ما را به می نام می نظام ما را جمهوریت و همه دستاوردها را زیر سوال ببرن، اما ماشین جنگی طالب به جایش بانه و علائم از این بسیار واضح دیده میشه. اما در عید گذشته با یک اعلامیه آیا طالبان نتوانستند که جنگ را در سراسر افغانستان متوقف بسازند؟ خب او بحث جداست. او یک عطش و تشنگی در بین این طالبای روزمره چیز هست برای صلح. مهم همیست که در بالا چی تصمیم گرفته میشه. فرضاً انفجاری که چند وقت قبل صورت گرفت دور ششم هفتم چیز بود، طالبا مسئولیت گرفتن، بخش قطر گفت ما خبر نداریم. انفجاری که دیروز پریروز صورت گرفت، شما با میارشیف خود طلوع مراجعه کنید چی شد که شبکه اقانی سه سال هیچ نوع عمل را خودش با
مسئولیت نمیگیره. همیشه داعش یک کس دیگه میاد مسئولیت میگیره. چی است معلومات شما چی است؟ معلومات ما است که اونا هم این ماشین جنگی رو نگاه میکنن. در صورت که صلح هم شوه، یک قسمت صلح شوه، قسمی که خیلی زاد صاحبا اشاراتی داشت، شاید بعض موارد خشونت کاهش پیدا کنه. اما ما به صلح آنی و دفعتا نمیرسیم. آیا چون برنامه پاکستان به نظر من چنین است. سر پاکستان هم میایم که موضوع بسیار مهم است. آیا شبکه حقانی را شما فکر میکنید در روند جاری گفتگوهای صلح دخیل است؟ نه خیر. هیچ نواسار و علائمش نیست. معلوماتی که من دارم اونا حتی روابط خود با تروریست‌های منطقوی که در فعلا در صفحات شمال ما بسیار فعال شدن، روابط تنگاتنگ ایجاد کردن. همین تقریریایی که صورت میگیره بیشتر از آدرس جنگجویای شبکه حقانی صورت میگیره. من یک مثال میتونم که هموطنای ما بدونن. اگه یادتان باشه چند سال قبل در پکتیکا یک انفجار صورت گرفت در میدان والیبال و یا هم در ارگون، بازار ارگون. باز بالای طالبای شبکه حقانی فشار آمد، یک کسی بود به نام بلال زدران یا بلال طوفان یا بلال فاتح، چندین نام داره. او گوشه شد به یک مدتی چند ماه میشه که او پس والی نامنهاد کنر شده. در کنر امیال استخدام به نام داعش بسیار به شدت اونا به همکاری بعضی گروپ های تروریستی که در پاکستان رابطه نزدیک داره، لشکر طیبه و جیش محمد و اینا، بسیار با شدت جریان داره. این یک کنکشن ها یک چیز نشان میده، یک درست ارتباط درست با. در رابطه با پاکستان شما پیشتر هم اشاره کردین، حکومت افغانستان در حکومت که شما هم بخشش بودین بر سالها سفرهایی داشتن به پاکستان، تلاش کرد تا پاکستان بخش از راه حل باشه، اما حالا دیده میشه که پاکستان کمک میکنه امریکا را در رسیدن به یک توافق، اگر صلح هم نمیخواین نامش بانن، با طالبا. یک مثالش بردن رها ساختن و بردن ملا برادر از پاکستان به دوحه است. سوالی است که چی شد میان پاکستان و امریکا که امروز رویکرد پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده؟ خب بحث میست، ما یک اشتباهی که در بنش صورت گرفت، اما اشتباه را به شیوه دیگه تکرار میکنن. در بن پروسه بن طالبا و حزب اسلامی آقای حکمتیار از این پروسه بیرون گذاشته شد و ما قیمت پرداختیم. حالا این اشتباه صورت میگیره، نه تنها که بیشتر اونا حق ویتو دارن، پاکستان و طالب هم حق ویتو داره در پروسه صلح، اما برای ما، برای رهبرای ما ورق نشان میتن، میگن میره ببین، اما حق نداری که سر از او بحث کنی. اینی تفاوت است. او در تمام پروسه دخیل است و هر سالی که از آدرس پاکستان آمده در گذشته ببینید گفته بحث میتونن، اما یک کپیش با خود داشتن میتونن، برداشت ما همی است. خب این خودش یک با اونا تفاهم نامه را میسازن. بله، چون دو طرف هستند برای فعلا حرف به حرف. نه خیر، وقتی بحث رهایی زندانیا میشه، زندانیا خب کسایی هستند که حکومت افغانستان هم گرفته. چرا او بس، یعنی غیاب حکومت افغانستان، چرا ما اونا حق داشته باشن زندانی های خود رها کنن؟ درست. این که بحث از این نیست که ما بحث اصول و ارزش های کلان ماست. پاکستان ما دلیلی که من اینجا خطر احساس میکنم ایست که ما در گذشته دیدیم پروسه آشتی ملی اینجا میخواییم برای مردم افغانستان بگویم. کاملترین، بهترین طرح برنامه در پروسه صلح از دکتر صاحب نجیب بود که نتیجه نداد. نتیجه نداد. مشکل هم است که این اشتباه را یک تنها پلان ای داشتیم. ما او را تکرار میکنیم. حتی او حاضر بود بار گفته بود که ما حاضر هستم از شبکی خود بگذارم. این بحث است که ما باید بسیار محتاطانه، بسیار وطن دوستانه، بسیار دور اندیشانه، با درس از گذشته تلخ خود دی بس وارد شد. تشکر آقای نبیل. حالا فرصت رسیده به یک میان برنامه کوتاه، تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم. لطفاً با ما باشین.
دوباره به برنامه خوش آمدین. امشب مهمان من رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. آقای نبیل، در رابطه به سال صحبت کردیم. شما به خاطر رسیدن به سال طرفدار ایجاد یک حکومت موقت هستین؟ ما قبلا هم گفتیم حکومت موقت بدترین گزینه ولی آخرین گزینه باید باشه و برآمده از اجماع ملی یا اجماع سیاسی افغانستان باید باشه که باعث و او داخل افغانستان باید باشه. حکومت های موقت بیرونی به هیچ صورت به خیر افغانستان نیست. از او قدر بهتر است که با طرف حکومت سرپرست بریم و ترک بیشتر دادیم که دقل کسایی که رای دادن اونا امو رایشان تمثیل شده. یکی از بزرگوارا سرپرستی حکومت میگیره، یکی از دو رئیس فعلی. بله بله، از انتخابات از کاندیداتوری خود یک بگذره، حکومت سرپرست بگیره و دیگهش باید بیرون از حکومت فعالیت انتخاباتی خود آمادگی یا انتخاباتی خود برای دور بعدی بگیره. یک رای حل است که هم بسیار سخت بود که تعیین شود کدام شده حکومت میمونه و کدام خب شده. گفتم که باید یک اجماع ملی و سیاسی صورت بگیره و کیها زیاد علاقمند است که 5 سال دولت آینده را باز بسازه. درست. چقدر خاک افغانستان در کنترل طالب است؟ با بیشتر خدمتتان گفتم طالب محاسبهش سر خاک است. ما باید محاسبه را سر نفوذ کنیم. مثلا هلمند 10% هر دوش مهم است. معدن در خاک است. بله. شاهراه در خاک است. بله دقیق. مثلا مثال میتم 10% خاک افغانستان هلمند تشکیل میده. اما به حساب نفوذ 10% افغانستان نیست. بله. به او خاطر بسیار دقیق اگر گفته نتانیم میتونیم بین 35% تا 40% خاک بله زیر کنترل طالب است. این یک دشت است که نه طالب او را کار داره و نه حکومت. اما ما اگر اما محاسبه نفوس رو چیز کنیم، نفوس بیشتر در حکمیت دولت افغانستان است و نفوس کمتر در حکمیت طالب است. شما به عنوان یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری چقدر اطمینان دارین که انتخابات پیش رو شفاف و عادلانه و قابل قبول می باشه؟ متاسفانه یک تشویش بسیار بزرگ است که انتخابات پیش روی خدای نخواسته به یک کودتای انتخاباتی تبدیل نشه. به چی معنی؟ شفافیت مهم است. مداخله باید صورت نگیره. کمیسیون‌ها استقلالیت خود باید ثابت بسازه، ظرفیت خود ثابت بسازه. من یک سوال ایجاد میکنه. همه ما شما میدانیم که به هیچ صورت امکان نداره که 6 میلیون نفر در این شرایط اشتراک کنه، 6 میلیون هموطن ما. اما اونا چاپ کردن 11 میلیون برگه رای دهی. و کدام دلیل، کدام منطق، کدام محاسبه؟ یا فرضاً در وقت اخیر اعلان کردن که بیشتر از چند هزار مرکز رای دهی بسته میمانه. هیچ وقت همراه ما هم لست شریک نساخت. یا فرضاً کمیسیون انتخابات بار بار از بین کمیسیون ما خبر است. مثال ما برتون میتونم. قرار بود که پرینترها به ولایت‌ها فرستاده شه. دمی چند روز یک قسمت بسیار زیاد دیوایس ها به جای پرینتر مانده شده بود. اشتباه بوده؟ نه آگاهانه، به خاطر که بعضی حرفای هست که باید کمیسیون بیا استاد شد و اشتباهم که بوده باشه. خب ما رو هر بار انتخابات ما به بهانه‌های مختلف به چالش کشیده میشه. کسایی که در مدت های چند وقت علنا در مسائل دخالت کرده، اونا هیچ از بنا به هر دلیلی که بوده از جایگاه خود به جا نشدن. بله. اما در مقایسه با انتخابات 2014 فکر میکنین اگه انتخابات بهتر خواهیم داشت؟ در صورت که اراده سیاسی جدی وجود داشته باشه بله. بسیار ناوقت است که ما اگر های کلان داشته باشیم. بله. در واقع با واقعیت هایی که فعلا داریم، با همی چالش هایی که شما اشاره میکنین، مشکلات دستگاه های بایومتریک و اوراق رای دهی، بهتر از انتخابات 2014 که شما وقت کمک میکردین در برگزاریش؟ بله. زیاد مطمئن نیست. کوتاه. آیا احتمال از این هست که شما با یک تیم دیگه انتخاباتی با عنوان جز مدغم شوید؟ نه خیر. ما به اساس یک فکر روی مسائل کلان ملی و یک دیدگاه متفاوت ما
میدان داخل شدیم. بحث امنیت و عدالت هم که برای انداختیم، تیمی که متفاوتی را که ساختیم، ما یک دیدگاه متفاوت داریم. تیمای دیگه که ساخته شده، اونا بیشتر روی یک بحث تکتیکی همراهی از حال تا انتخابات و تقسیم به حساب قدرت و مثل توته های کیک، یه از ما باشه یه از تو باشه، اونا به او شیوه پیش رفتن. ما به هیچ صورت ممکن بعضی تیما با ما بپیوندن، اما ما با هیچ تیم نخواد پیوستیم. آقای نبیل، شما دو دوره اداره استخبارات افغانستان را رهبری کردین که این کار مطمئناً بر هویت سیاسی شما تأثیر بسیار بزرگ داشته. کارتان را در امنیت ملی چگونه ارزیابی میکنین؟ کوتاه البته. خب این را قضاوت هم میمانیم به همکارایم و در بعض موارد مسائلی که مردم افغانستان را تشخیص دادن، ما کار خود خوب ارزیابی میکنم. اگر بگوین سه دستاورد کلانه که داشتین چی بوده؟ دستاوردهای کلانی که ما داشتیم، نام امنیت ملی از او اداره مخوف و گذشته یاد بشد. امنیت ملی به طور تداوم کار صورت گرفته، اما در زمان ما مثلا در بخش حقوق بشر تمام اطلاعات راپور یونان را که ببینید هر سال گزارش داده که وضعیت حقوق بشر خوب شده و ما در این تقریبا 10-15 دستاورد حساب کرده میتونم. بحث مسلکی شدن به اساس تکنولوژی فعلی، من میتونم فقط همه یاد کنم که شخص دکتر اشرف غنی به اداره مربوطه ما تشریف آورده بودن، در اوجه نوشته کردن که تشکر میکنم از امنیت ملی که دانستن در ظرف 3 سال از قرن 20 به قرن 21. دستاورد دیگه ما که وقتای آخر ما به ما حد رسیده بودیم که با تمام استخبارات متخاصم منطقه چشم به چشم منداختیم صحبت میکنیم. هیچ وقت بایی دستاوردهای دیگه ایم هست، اما درست. کلی امی بوده. اگر امرویتون شوخی کنم، ما میتونیم در 1 سال از قرن 20 به قرن 21 بیایم. البته برحال آقای نبیل، انس حقانی چگونه بازداشت شد و از کجا؟ خب زمانی که نصرالدین حقانی، برادر دیگه سرج حقانی، در اسلام آباد کشته شد، که او اصلا اما کسی بود که مسائل مالی شبکه حقانی را پیش می برد و فندریزنگ می کرد، بعدش انس حقانی در این سلسله فعال شد، اطلاعات مختلف وجود داشت، بعد از بیرون گرفتار شد. مشترک بیرون؟ بیرون از افغانستان، در کشور بیرونی. خوب خلیج؟ خوب است که بله، او مشخص سرش نکنیم. در گرفتاریش نقش اساسی رو ما داشتیم، در تسهیل بخشیدن به این گرفتاری دوستای بین‌المللی کمک کردن. وقتی که به افغانستان انتقال داده شد، تا روز آخر در وزارتخانه امنیت ملی بود و با ریاست عمومی امنیت ملی که 10 روز پیش رئیس جمهور هم تایید کرد که فعلا در زندان بگرام است. بله. در روزهای اول حکومت وحدت ملی که وقت شما رئیس امنیت ملی بودن، تلاش زیاد وجود داشت که رابطه ایجاد شد با انس حقانی از طرف سیاسیون کشور. کیها میخواستن با انس حقانی ببینن و چرا؟ خب مشخص نام بگیریم؟ بفرمایید. یک کسی بود به نام شیرخان منگل. خب یک سلسله داره. بله. من چیزی که میگم با امانتداری باید برای مردم گفته شود. یک رابطه در دوری دوم بین تیم دکتر سیب اشرف غنی و حقانی ایجاد شد. گروه حقانی که حمله میکنه در شهر، به خاطر از اینکه انتخابات به دوری دو رفت و تقریبا یک بحث بسیار جدی متفاوت صورت گرفت. در این مورد بعضی خود طالبان آل اقرار کردن که ما بعض تفاهماتی داشتیم، از جمله معرفای مطمئن شنیدم که گفتن که در دور قبلی در انتخابات با یک تیم همکاری داشتن. زمانی که انس حقانی گرفته شد، یک تعداد دوستا در حکومت وحدت ملی کمی ناراحت بودن که چرا چنین شد. تبادل خطا صورت گرفت که ما از اطلاعات می گرفتیم و
سراج خانی گله و گذاری های خدا کرده بود که ما با شما کمک کردیم، شما برادر ما رو گرفتیم. شما سند دارین که کار شده؟ پیش شده، بله. امنیت ملی سند وجود داره. ما به سند هیچ وقت رئیس امنیت ملی باید صحبت نکنه. در بحث از اینکه کی باز شد، با یک کسی هست به نام شیرخان منگل که بسیار رابط نزدیک باشین داره، رفت آمد های از شروع شد خانه یکی از رهبرهای جهادی که شما هم یک راپورتاج یک خبر یادم است، بالاخره از او طریق با مشاور امنیت ملی وقت ارتباط گرفته شد آقای اتمر، اتمر زمین سازی شد که با انس حقانی دید بازدیدای صورت بگیره. بعدش وقتی که ما این وضعیت دیدم، او وقت کابل در چیز بود با ما، ما شدید احتجاج کردم و او را انتقال دادم به بگرام و تصمیم خود ما بود. بعد در اوجم وقتی بود که باز ما از ریاست عمومی امنیت ملی مدت بعدش استعفا دادم و فکر میکنم تا یک مدت امور روابط جریان داشت تا ای که امو اتاریتی و صلاحیت های رئیس جمهور از طرف طالبا چلنج شد و او باز دفعاً تغییر کرد و مقابل طالبا یک موقف دیگه گرفت. حتی من گفتم میتونم که یکی از دلایل شایدی بوده باشه، ایره تحلیل است که همین قانون جزا که اعدام منصف شد یک دلیل شاید همی بوده باشه. آیا این زندانی مهمه حکومت افغانستان مورد شکنجه قرار گرفته؟ نه خیر، هیچ وقت. اجازه است بیجای قصه کنم؟ بسیار کوتاه. وقتی که ای به متهم نظارت خانه امنیت ملی به یکی از اداره امنیت ملی انتقال داده شد، فرداش من رفتم. هیچ وقتی کار رو نمی کنم که برم متهم مستقیما. من میخواستم که ببینم که می انگیزه چی است که اینا به مقدر خشونت مردم خود از بین میبرن. خب وقتی که ادم اداره بودم دفتر که می آوردنش، همکارای ما گفتن دوستای شغل چک بزنیم، گفتم نه خیر، من میخوام مستقیما باهاش صحبت کنم. نشستن، بسیار یک خشن میدیدن، میگفتن که خب کی هست و چطور شده. من صحبت های خود که آغاز کردم سوال دیدم که صحبت نمیکنه. سوال اولش من میبود گفتم پشت مادرت دق شدی؟ چون من خبر دارم که بسیار مادرش دوستش داره و مادرش یمنیست و در قسمت مری پاکستان زندگی میکنه. گفت بله. گفتم شماره تلفن کسی را داری؟ گفت بله، از مامایم که مامای ناساکش است، از خلیل اقانی. گفتم زنگ بزن. پیش روی من تلفن خواستم، زنگ زدن، باز گفت که ما قد گفت که من جور تیار هستم، بسیار خوب هستم، که افغان هستم، مشکل ندارم، چون وا در فکر که بودن دیگه. من یک چیز بکنم، خب صحبت آمرش کردم، باز همکارای خدا گفتم، گفتم شما بگیرین تمام حملاتی که در جای ملکی صورت گرفته، چو قرقه بود چی در جای مختلف، همین کلیپایی که مردم بیگناه ما شهید شده، این میر از شما تا وقت ترتیب کنین، تنظیم کنین، یک جای بسازین، واقع را بگوین. و یک تیم دیگر وظیفه دادم که انس حقانی را با ما همکارش در موتر بشانه از کابل تمام نقاطش، مساجدش، بیروبارش، کاربار مردم را برش نشان بدن که اینی کابل است، اینی مردمش است. این کار صورت گرفته؟ این کار صورت گرفت. با دور داده. وقتی که پس آمده بود در اداره ای فیلم دیده بود، همکارای ما که قصه میکنن، یادم شدیدن زیر عذاب وجدان گرفتش و گریه آغاز کرده بود. و در اینجا قسمت جالبش نیست، خودش به قلم خود نوشته کرده بود که ما اینی کارا را کردیم و امضا کرده بود. اونمو سند هیچ شکنجه ضرورت بود نبود، اونمو سند در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان ایره در دو محکمه به اعدام محکوم کرد. و چیزی است که خودش بعد از او دیدن او واقعات و عذاب وجدان خودش به قلم خود مشتاق کرد و ما خودم در این صحنه شاهد بودم و دخیل درست بودم. تشکر آقای نبیل. شما در زمان ماموریت شما، البته دور دوم ماموریت شما در امنیت ملی در اوایل حکومت وحدت ملی، شهر کندز به طالبان سقوط کرد. فکر نمی کنیم که یک ناکامی تاریخی بود برای شما و برای همکارایتان؟ برای حکومت، من حیث حکومت بله. برای شما با عنوان رئیس امنیت ملی؟ اما برای امنیت ملی نه. چرا؟ نه خیر. چهار ماه پنج ماه بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، پاکستانی ها ملا سلام که والی نامنهاد سابق بود از کندز، او را از بند رها کرد. اطلاعات ما گرفتیم که اینا آمادگی میگیرن که
به قندوز یک دفعه باز به خشونت کشیده شود. اطلاعات ما تیم 5 نفره که یکی از رئیسای ما آل فعل مشاور است در وزارت دفاع با 6 نفر به قندوز فرستاده شد در اوایل سال 1994. تمام ساحات آسیب پذیری را حتی عکسای ما یادم است عکسای پوسته های ما را آورده بود پوسته های اردوی پلیس 33 سفر راپور بود ما ای را به رئیس جمهور و شورای امنیت ملی دادیم که اینی وضعیت است. اما شما نیرو دارین در اونجا شما مسلح دارین شما در شهر هستین. من میایم او قصه بیان پنج او وقت اصلا قندوز هیچ نماد یک مرکز تروریستی در او وقت نبود. اینا آمدن در 27 نقطه مرکز تروریستی ساختن در ولسوالی چهارداره و دشترچی. اینجا بحث شد، عملیات آمادگی گرفته شد، قوات های خارجی در این داخل شد، جنرال لیدرز یکی از قماندان های سپیشل فورس بود، همکارای ما در اینجا بودن، نیرو انتقال شد به میدان قندوز. 25 روز همونجا ماندن، اما یکی از بزرگوارای حکومت به دلیل از اینکه 4 نفر از گاردای سرحدی تاجیکستان اختطاف شده بود از طرف قاچاقبرا، به خاطر که اونا از بین نرن ما را نگذاشتن که عملیات صورت بگیره. اونا مو بود که شهر سقوط کنه و امو بود که از می 27 نقطه 17 نقطه باز پسان 27 نقطه شد، از اونجا شار پیدا کرد. سقوط قندوز در 24 ساعت نبود. ما تمام اطلاعات ایره به بسیار مسئولیت میگم و در کمیسیون سزا من رسما خود به امضای خود نوشته کردم. بله. دلیلی که من رفتم در شورا معذرت خواستم، رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی، قماندان، همه اطلاعات داشته. اطلاعات صوتی ما داشتیم، اطلاعات بسیار منظم اطلاعات داشتیم. بله. اینمی جمع مسئولین همون وقت صدای مرا میشنون، جناس قسیم جنگلباغ بود، جنرال حمیدلا بود در اینجا. اما متاسفانه چون همون فضا بسیار فضای پرتنش بین ما و رئیس جمهور شده بود، اصلا به اطلاعات ما اهمیت داده نمیشد، کوشش میشد که ما به رقم چیز پس بر میگردیم به یک وقتی که به حرف شما گوش میشد از سال 2010. بله. زمانی که رئیس جمهور کرزی شما را به عنوان رئیس امنیت ملی تعیین کرد و شما تا سال 2015 با یک وقفه در اداره بودین، امنیت افغانستان در کل رو به خرابی گرایید. بله. که یک بخش کلانش بدون شک ناکامی استخباراتی است. در این چقدر خود را مقصر می داند؟ خب اینطور است، همه بحث استخبارات بیشتر به بازی فوتبال می ماند، چیزی که شما اگر 20 گول بگردانی حساب نمیشه، یک گول حساب میشه. در زمانی که من بودم 5000 در شهر در می سال ها ببخشن، نه تنها در شهر کابل بلکه در شهرهای مختلف افغانستان هفته وار حمله شده. درست است شده، اما شدت جنگ به وقت به حدی بود. ما در زمان که در امنیت ملی بودیم 5800 تروریست که در او جمله بیشتر از 200 و چند نفر تر انتحاری بود به محکمه آخر ما رساندیم. یعنی 5800 تروریست که و دیجا کار باید به سابیانه پیش بره، تنها امنیت ملی ای توانا نداره که تمام افغانستان چیز بسازه. مشکل در هماهنگی بود، مشکل در بعض بخشایی بود که او فعلا نمیشه سر زو زیاد بحث کرد، اما کارمندای امنیت ملی قربانی هایی که دادن هیچ وقت از اون بیرون درز نکرد. امنیت ملی در 2014 وقتی که اعتماد کافی میان شما و رئیس وقت رئیس جمهور کرزی وجود داشت در انتخابات بی‌طرف بود؟ کاملا به طرفی که میدیدین چه مگذره؟ نه خیر، من حیث ارگان کشفی با تمام کسایی که در تصمیم گیر باید باشن ما اطلاعات خود دادیم. کافیست؟ شما فکر کنید وقتی که رئیس جمهور، شورای امنیت ملی و کمیسیون، ماده قانون اساسی است که کمیسیون در کارهای انتخابات مستقل است. ما شخصا پیش رئیس کمیسیون انتخابات رفتم با چهار همکارم، اسناد برش دادم که ملک به طرف بحران میره، اینی اسناد از چون این وضعیت از داخل که کارت چاپ میشد و ابدا گونه تقلب صورت گرفت. از امروز که آمادگی برای تقلب گرفته شده بود شد، دکتر سپنتا هم در کتاب خود مشته کرده و اما شما چشم پوشی کردنی بسیار واضح است. نخیر نخیر، شما به چه دلیل؟ شما
شما رئیس یک اداره چندین هزار نفری مسلح بودین که یک خیانت دیدین اما چشم پوشی کردین. مثلا ما چی میکردیم؟ ما وزیر را گرفتار میکردیم بدون از اینکه رئیس جمهور برای جمهور برای شورای امنیتش گزارش داده. من وزیر در مجلس ششته بود. بله اما اداره امنیت ملی به شکل منظم و و و بدون وقفه هر روز عملیات میکنن، مردم را بازداشت میکنن. شما فرق میکنه، فرق میکنه قانون که ببینید ما ارگان کشفی هستیم، ما باید اطلاع بدیم، چارنولی محکمه برای ما حکم بده، وزیر کابینه را یا اعضایی که در کمیسیون بود این حق ما نداریم که ما اونا را گرفتار کنیم. اونا باید برای ما بگویند که بله شما گرفتار کنین. تمام همی اعضای کلیدی هر دو تیم در مجلس شورای امنیت بود. وزیر دفاع بود که در تیم دکتر سب عبدالله بود، وزیر داخله بود و تمام اعضای خود دکتر سب عبدالله. چرا باز نتانست خیلی فکر میکنین خیانت بوده آنچه که صورت گرفته؟ مطلق خیانت بوده. و شما در برابر یک خیانت با وجودی که یک مسئولیت کلان داشتین کار کرده نتانستین؟ ما کار خود کردیم. اراده که وجود نداشته باشه اونمو کسا یکی شال مشاوره یکی از بزرگوار است دقیق میفهمن که چه مشکل بود. و کسی دیگه که شما میگین او میاله به یکی از تیمای در تیم دکتر سب عبدالله. ما به هیچ کس اشاره نکردیم. بله. اطلاعات شماست. بله. در 2014 زمانی که ما در بنبست بودیم گزارش های پخش شد که رهبری نیروهای امنیتی هر سه اداره، وزارت داخله، وزارت دفاع و امنیت ملی و فکر یک پلان بی بودن. درست است؟ خب سوالا کمک وضاحت میخواد چون سوالای مهم است. باز وقتی که انتخابات دوری دو به بحران رفت و قرار بود ما سه رئیس جمهور داشته باشیم، دکتر سب عبدالله از جرگه اعلان کنه و کمیسیون از دکتر سب اشرف غنی و کرزای سب هم درگ بود، امی بحث رفت به نیروهای امنیتی. من این بحث شد اگر چنین وضعیت واقعی شود کی از کی حمایت خواهد کرد؟ که تقریبا بله. چی کردن شما با عنوان سه؟ ما به عنوان سه ارگان، چهار ارگان، مشاور امنیتی ملی و سه ارگان امنیتی نشست داشتیم. بحث ما این بود که اگر چنین ما میریم به می وضعیت، در اون صورت ما باید جدی استاد شویم، برای مردم افغانستان پیام بده و نیروهای امنیتی باید از حفاظت و حمایت از قانون اساسی استاد شوند و هیچ کس را اجازه ندهند. بس کودتا مطرح نبود. نه خیر، کودتا نیست. تشکر. جلوگیری از بحران. رسیدم نبیل سب برای چند پرسش اگر مایک آماده باشه. یک سوال از خانم از شما از قطار اول میگیریم چون فرصت کم است. دو سوال پس یک جای میگیریم با میشه یک جای پاسخ بدیم. خب لطفا خود معرفی کنین و سوالتون رو بپرسین. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. اول سلام میگم بر بفرمایید. سلام میگم بر تمام اعضای مجلس و بر بینندگان عزیز تلویزیون تلو. پرسش ما این است از رئیس صاحب که در حالی که میفهمند که در او انتخابات 2014 هم تقلب صورت گرفته بود، چقدر باور دارند که در این انتخابات باز همینطور تقلب صورت نگیره و در ضمنش دکتر سب اشرف غنی هر دفتر خودش 6 ماه کرایه داده و خودش پیش بین است که 3 بار باید انتخابات به دور دوم و سوم برود. چقدر اینا باور دارن سری انتخابات که تشکر. سوال قطار دوم شما، لطفا خود معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین نو خیر ناصر نماین. سبحان الله نجیبی هستم، دانش آموخته، مستری حقوق بین الملل، همچنان فعال شما. بفرمایید. ما سوالم از رئیس سرویس که شما گفتین اگر انتخابات با بنبست مواجه میشه دولت سرپرست به وجود بیاید و در دولت سرپرست رؤسای دولت وحدت ملی اسبق، یعنی رئیس جمهور اسبق جناب غنی صاحب و همچنان دکتر سب عبدالله، آیا شما در این طرحتان این را پیامداش فکر کردین که در این مدت که اینا در وحدت ملی ایفای وظیفه کردن 900 زندانی را طالبه که در چاره ها اولاد مردم، زن مردم، بچه مردم کشتن دنتوری، اینا اگر بازداشت شدن دوباره رها شدن
و 45,000 سرباز ملی که خانواده اونا زن و بچهش بیوه شده. آیا از او شما از این طرحتان بازنگری کردین و در این طرحتان گنجانیدین؟ کتا میگم سوال ما ببخشیم. وقت پوره است. رئیس اگر شما همین دو سوال اگرچن سوال اول من پرسان کرده بودم قبلا در رابطه با مقایسه انتخابات اگر کتا در یک دفعه جواب بتون. تقلب انتخاباتی ما میخواییم برای هم برای کمیسیون و هم تمام شرکای انتخابات بگویم که ما از خاطر منافع کوچک مقطعی خود کشور باید به بحران نبریم. همه ما تلاش کنیم که انتخابات شفاف داشته باشه. یکی نجیبی صاحب فکر میکنم یک چیز شده. من نگفتم که اگر انتخابات به بنبست بره، من گفتم که در بحث صلح باید ما اجماع ملی را هرچی عاجل تشکیل بدیم و این بحث صلح را از انتخابات جدا بسازیم. حکومت سرپرست ما قبل از انتخابات گفتیم که بحث صلح را پیش ببره، یعنی وقتی که انتخابات به بنبست بره. اصلا تاریخ 29 سپتامبر روز آخر رئیس جمهور، اول اگرچه اول جوزا بود اما بمو فکر خودش به زعم خودش هم روز آخرش است دیگه، مشروعیتشان کامل ختم میشه. و بحث پیش از انتخابات بود، بحث از آل تا به انتخابات و بحث صلح. تشکر. تشکر آقای نبیل. حالا فرصت رسیده به یک میان برنامه کوتاه، تا چند دقیقه دیگه دوباره برمیگردیم. سلام و دوباره خوش آمدین. ویژه برنامه امشب ما با رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. آقای نبیل، در رابطه با امنیت ملی صحبت میکردیم. این اداره مهم افغانستان در پاکستان، جایی که هسته اصلی طالبان برای نزدیک دو دهه است، چقدر نفوذ داره؟ خب این سوال است که فکر نمیکنم من بتانم جواب بدم، اما میخوایم از دید منافع ملی کشور خود بگویم. ما هر کشور دیگر در کشور ما منافع مخفی داشته باشه، ما باید منافع مخفی داشته باشیم در کشور. یک. دو، ما باید حریم یا به اصطلاح یک دایره مجازی از حریم امنیتی خود داشته باشیم. و من قسم که روسیه فرضاً در شمال افغانستان فکر میکنه که حریم امنیتیش است، ایران فکر میکنه که در این سر، ما هم امی فکر باید داشته باشیم. در اون صورت ما میتونیم یک سیاستی درست استوار چیز داشته باشیم. و در رابطه با ایران شما صحبت کردین، چقدر ما مورد افغانستان هدف ماست، مورد حضور گرم استخبارات ایران است؟ چون در این سالهای گذشته بسیار و جزئیات ازش قسمی که خدمتتون گفتم که اونا هم فکر میکنن که حریم امنیتی دارن و این باعث میشه که استخباراتشون فعال بشن. بله، استخباراتشون در بعضی موارد تاکتیکی بحث میکنن، برخورد میکنن، در بعضی موارد شاید دیدگاه کلان چیز داشته باشه. آیا میتونیم بگویم آقای نبیل، چون شما برای یک مدت طولانی رئیس امنیت ملی بودن؟ زیاد طولانی نبود، 5 سال در 3 دوره متفاوت بود. نظر به تغییراتی که امروز در کابینه میاد، خب بسیار طولانی است و مدت کافی بوده. آیا میتونیم بگویم افغانستان جایی است پر از جاسوسای خارجی؟ بله. و جاسوسای داخلی؟ 40 سال جنگ ما را به متضرر ساخت. 40 سال وابستگی و اثرات ذهنی. ما دلیلی که ما میگیم که تا این مسائل ما جدی نگیریم و جنگ نظامی امنیتی افغانستان با یک جنگ استخباراتی و جنگ اداری و جنگ امنیتی تبدیل نکنیم، ما نمیتونیم مشکل خود حل کنیم. ما بعد از ریشه مسائل همیشه تحلیل کنیم و اقدامات جسورانه و قاطع به حمایت مردم بسازیم. یعنی هزاران جاسوس خارجی خب در... هزاران گفته نمیتونیم. خب یکی است که وابستگی ایجاد شده، فرضاً مهاجرین داریم در ایران، در افغانستان، در پاکستان درس خواندن، تحصیل کردن، رابطه‌ای از فامیلی است، اون نه. و به دلیل آزادی بیان سیمپاتیزرای هم است که مثلا میگن خب پاکستان کشور خوب است یا ایران یا دیگه، اما هستن کسایی که منافع او کشورها را ترجیح میدن. ما بس توی بلند هم است و بس توی پایین. درست. و حتما سوال میشه که چرا اقدام نشده. متاسفانه اراده سیاسی که تا بر مسائل کلان جدی پیدا نشه ما نمیتونیم. یعنی میگن که جاسوسای بسیار کلان است که اراده سیاسی ضرورت کلان تاوریست. بله
طوری است که میخواین به او کشورها نشان بتن که ما امرای شما کدام مشکل نداریم. اینمی آقازاده که ما میفهمیم، همتون میفهمیم، اسنادم است که اینا با شما بسیار نزدیک است، رابط داره، اما ما پالی خود نگاهش کردیم که شما ما را زیاد جدی نگیره. امیدوار هستم این چکچک آخری باشه. در امنیت ملی افغانستان در قسم دلت شما بود چکچک کنین خو نکردین. در امنیت ملی افغانستان آقای نبیل، آیا شما تلفن‌های ما شهروندان را به شمول کسایی که بر شما چکچک میکنن میشنویدین؟ خب ما در بعض موارد می ادارات خود بسیار منفی معرفی میکنیم. زمانی که من رئیس امنیت ملی بودم بسیار جدیت گفتم میتونم هیچ گونه مداخله در شخص زندگی شخصی کس تلفن کس شنیده نشد میگه هیچ صورت الا که موضوعی می بود که محکمه حکم میداد، موضوعات تروریستی می بود، موضوعات فساد بسیار کلان می بود و او سلسله تعقیب می شد. هیچ گونه مداخله شخصی نه تنها در مسائل تلفن. امروز مسائل... فکر میکنن میشه اینا میشه که از رئیس عمومی امنیت ملی فیلی بشناسیم؟ تلفن شما فکر میکنن شنیده میشه؟ فکر میکنم بله. تلفن رئیس جمهور فکر میکنن شنیده میشه؟ خب نمیدانم که میشنون یا نمیشنون، زیاد گفتن نمیتونم، اما متاسفانه بعضی ادارات ما سیاسی شده. یعنی امروز شنیدن تلفن ها یک امر معمول است؟ دقیق گفته نمیتونم، اما گفتم میتونم که در بعض موارد استفاده سیاسی صورت میگیره. شما پس از در جریان یک سفر رئیس جمهور در پاکستان در یک متن فیسبوکی در نیمه شب استعفا کردن، در چه وضعیتی بودن؟ آیا ای در شأن رئیس امنیت ملی یک کشور است که از طریق فیسبوک استعفای خود به مردم ابلاغ کنه؟ خب ما مشکل ما از 8 ماه قبل از شروع شده. زمانی که رئیس جمهور رفت پاکستان سفر اول، بعد برگشت و گفت که آیسای با خودت کار نمیکنه. من گفتم رئیس مهم نیست، من خوش هستم که آیسای بر شما گفته که ما کار کردن نمیکنه. بعدش هم بحث تفاهمنامه امنیتی با پاکستان شد، تنش بسیار جدی بین ما و مشاور امنیت ملی در مجلس شورای امنیت ملی آمد، تمام انگی حاضر بودن و به بیرین لیک شد. من شدید مخالف از بله بردو مثلا میایم، اما چرا در تسلسلش تسلسلش نشون میده؟ فیسبوک به خاطر که 20 روز ما تلاش کردیم که رئیس جمهور ببینم، با پاکستانی ها امروز به نام جنرال عامر امروز ملاقات داشت و 20 روز دوسیه ساخته فایل ساخته بودیم که با پاکستان سفر دارین، همین معلومات بعض اسناد ببرین. یعنی دکتر سیب عبدالله را ما 3 ماه گفتم ما و خودت رئیس جمهور باید عرصه ما بشینیم. ما بعض حرفای داره، مگر رئیس جمهور ما را قناعت داد؟ درست است، اگر نداد باید امرای ما قناعت کنیم. ما چندین بار تلاش کردم، ما دیده نشدم، خواسته نشدم. چرا؟ مشکل از کی بوده؟ مشکل خب وقتی میای رئیس آیسای میبینه و رئیس آیسای برش میگه که رئیس امنیت ملی در مجلس نباشه و مشاور امنیت ملی و رئیس جمهور میگه خود درست است، این به من نبیل به حرمتی نیست، او به اداره خود امنیت ملی به حرمتی است. ما قصه‌ای شنیدیم یا گزارش‌های هم فکر میکنم پخش شده که گاه رئیس آیسای آمد به افغانستان، شما رفتن به میدان گرفتنش، آوردن برای دفتر رئیس جمهور رساندن، اما به جلسه دعوت نبودن. بله ما خواسته شد، مشاور امنیت ملی برای من زنگ زد گفت رئیس آیسای می شما باغوان سفارت گرفتار کردیم. باغوان هم افغان بود، برای پاکستان جاسوسی میکرد مستند، 3 ماه سرش کار کرده بودیم. ما برش گفتم رئیس آیسای با باغوان چی؟ او هم هموطن خودم. گفت بالا رئیس آیسای میگه که این کار قصدی شده، ما در مجلس نبیل باید نباشه. من گفتم اتمر صاحب شما چی میگی؟ شما میدانید؟ دیدم ساعتای بسیار نوقت شام شب بود، رئیس جمهور زنگ زد گفت صبح چای بیه. بچه وقت چای من رفتم چای، وقت ما الحاقی نمبر 2 بود فکر میکنم. برای من گفت که چون این کار شده، گفتم رئیس سر از این پروژه ما 3 ماه کار کردیم، همکار ما کار کرده، کدام قصه چی نبوده یادم مستند. گفت از خاطر منافع ملی تو برو رئیس آیسای میه، تو برو ریسیف کو بیار میزبانش باش، اما در مجلس نباش. چرا کردن این کار را؟ سخت‌ترین خب دیج بحثی بود، من تو فکر کردم برش گفتم، گفت که من به خاطر منافع ملی من میخوام یک صفحه نو باز کنم. من برش همینجا مثالم دادم، گفتم رئیس من پاکستان برم
و نواز شریف بگویم که رئیس های سایت نباشه. بله، بحث تصمیم رئیس جمهور نیست. بله. او را بله. مگذارم به بله. قضاوت مردم. شما چرا با عنوان رئیس امنیت ملی رفتن من حیث یک افسر تشریفاتی؟ خیر، تنها بس شده بود نو نشان میدادن رئیس جمهور بس چی بود که گویا ما میخواهیم که یک صفحه جدیدی، یعنی شما هم نظر بودن باش که کار کردن؟ نه خیر، یکی خوب سرقماندان علاست، این مسئله بود که برای من گفته شد که ای که من بعد از چقدر در این مسئله چیز بودم، وقتی که بس منافع ملی شد، من یادم است همین جمله را گفتم رئیس بس منافع ملی اگر باشه، اگر مرا باعث ترافیک کابل هم استاد کنین، من خوش می باشم شوانک خانه بیایم. از این کدام چارایی را انتخاب کردن یا تصمیم از اونا بود؟ چارایی باز تصمیم از اونا می بودم. آقای نبیل، یک رابطه محرمه پس از همچو تنشایی که بوده میان ارک و ISI تشکیل شده بود؟ بله. شما آگاه بودن؟ ما نه تنها که آگاه بودیم. میشنویدین؟ نه خیر، نمیشنیدیم، اما آگاه بودیم که رابطه میان کی بود؟ تلفن‌های محرم مانده شد که در امنیت ملی تمام تفصیلش هست، برای این نام که خب بعض مسائل باید ما مشوره کنیم و ما میخواییم دوستی کنیم و روابط نزدیک پیدا کنیم. ما یک روز یکی از این بزرگوارا مشاور امنیت ملی و رئیس جمهور هر دویشان چیزا داشتن و گفتم، پرسان کردم، گفتم امی نزدیکترین دوست استراتژیک امریکا با ما کدام کشور است؟ گفتن که انگلستان. من می سوال کردم، گفتم آیا امکان داره که با وجود که دوست داشته؟ بله. تلفن محرم بین از اینا وجود داشته باشه، بین رئیس جمهور یک کشور و چیز. باز بعد از یک مدت فکر میکنم برداشتن. خیلی خوب. دور از دید امنیت ملی کار کردن. درست. اما ما خب هرچی که بود. شما میگن معمول نیست در دنیا. زمانی که شما رئیس امنیت ملی بودین، قرار بود یک تفاهم نامه میان امنیت ملی و ISI امضا شوه و ظاهراً این توسط معاون شما وقت پیش برده میشد. شما به عنوان رئیس چی احساس میکردین زمانی که یک زیر دستتان بخش یک کاری بود که خلاف میل شماست؟ بله. خب ما به مو دلیل او را رد کردیم. وقتی که افشا شد رد شد؟ نه خیر، امضایی که شده بود فرزنده او گفته شده بود یک بندش که وقت اجرایی میشه که هر دو رئیس امضا کنه. هر دو رئیس امضا کنه. وقتی که اینا امضا کردن و این بحث در شورا امنیت ملی باز شد، در اوجه بسیار شدید دکتر سب عبدالله مخالفت خود کرد، ما مخالفت کردیم. اما سوال اینجاست که شما چرا سر معاونتان کنترل نداشتید؟ نه، معاون کنترل به این معنا نیست، وقتی که مشاور امنیت ملی برش میگه، وقتی که از بحث بین شورای امنیت و امنیت ملی باشه، این با این نبود که معاون ما با ایسای نشسته و بحث کرده. معاون ما را در شورای امنیت میخواستن از آن بیهاف اف در غیاب شورای امنیت، کارمندای شورای امنیت با امنیت ملی امی بحث داشتن که چون یک تفاهمنامه است باید امضا شوه و ای از آدرس از عنوان بزرگ هدایت داده میشد. شما فکر کنید وقتی معاون خواسته میشه برای او گفته میشه که هدایت از جای بالاست یا خطبا چی نیست؟ یک چند سال کوتاه می داشته باشیم بعد از میریم به شرکت کننده ها. آقای نبیل، خانواده شما در کجاست؟ خانواده مادر میجاست، اولادم فعلا آمریکاست. چند سال میشه؟ فامیلم در تمام وقتهای دشوار با ما بود. بله. در زمان جنگای کابل، در زمان چند سال میشه که امریکا هستن؟ تقریبا از امنیت ملی که استفاده دادیم، چون ما بخش امنیتی را سر ما محدود ساختن، اولادای ما درس میخوندن، مکتب میرفتن و بالاخره مشوره میشد در اونجا. بعضی خویشاوندا و اقارب نزدیک ما است، چون سرپرست فامیل جدی نداشتم، اونو در اونجا هستن. و چرا آقای نبیل، یک سوال است برای اکثر افغان ها، چون شما الان نامزد ریاست جمهوری هستین، من این سوال میپرسم. من مطمئن هستم هر افغان حق داره هر جای زندگی کنه. چرا باید فرزندان سران کشور در بیرون باشه؟ خب بیانی بحث از دیگه طرف باز کنیم. من اول سران کشور نیستم. من وقتی که رئیس امنیت بودم اولادم همینجا بود. وقتی که تمام امکانات به منایس کارمند کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین بودم، حساب سینیر پروگرام آفیسر بودم، ما کمک میکردیم دیگر را به خارج بره، اما اولاده خود بیرون نبردم. اما زمانی که ما از امنیت ملی
بیرون شدم. کارهایی که امنیت ملی، رئیس امنیت ملی میکنه، او همیشه به یک پروتکشن جدی ضرورت داره. متاسفانه بنا به دلایل بود بخش امنیتی ما بسیار زیاد محدود شد و اولادای ما هم حق داشت که زندگی کنه بیرون بره و مسئله نداشته باشه. بالاخره و اونا به ما حد رسیده بودن که برادر ما دیگه امروز خودت زندگی نمیکنیم، تو وطن دوست هستی، ما هم وطن دوست هستیم، ما حق دارم با هم سنفیم، با دوستا، با فامیلا بدون ترس و لرز سلا چیز بشیرم. اما اگر رئیس جمهور شوین، بله، فامیل رئیس جمهور آینده افغانستان در افغانستان خود باشه، این وعده ایم است. چقدر دارایی دارن؟ من دارایی زیاد ندارم، بسیار میلیونر هستن؟ نخیر، نخیر. پول کمپین از کجا میکنه؟ پول کمپین یک تعداد دوستای ما هستن، یعنی ما زیاد کمپاین اینطور قسمی که دیگه دوستا میکنن و همه روزه از تلویزیون شما من میبینم که روزمره چند هزار دلار شاید مصرف کنن، ما چون این یک کمپاین بزرگ سربرار ننداختیم. ما بیشتر کمپاین ما توده ایست و آمادگی میگیریم برای فنریزنگ از دوستا و یک تعداد تجارای جوان که وعده های شده. ما اینطور پولی که هیچ وقت خط می نویسیم. برای شما هم خط نوشته شده خواندن؟ خط از طرف آقای نبیل برای خود آقای نبیل یک طنز است. بله بله، خوب، این خوب است، همین شیوه خوب است. به نظر من که ما از این که بگویم شاخت مشکنانم و شاخت سمت مشکنانم، از اون که بیاییم که در خط با احترام با یکی دیگه صحبت کنیم. آقای نبیل، آیا پاکستان دشمن افغانستان است؟ بله. آیا طالب دشمن است؟ طالب وسیله دشمن است، وسیله که اصلا نمیدانه چی میکنه. ریشه وطن خدا به خاطر به نام دین، به نام های مختلف از بین میبره. با پاکستان چی باید کرد؟ اگر کوتاه اشاره کنم، ما باید چون با مردم پاکستان ما دشمنی نداریم. بله، بله. ما در داخل باید مردم خود بسیج بسازیم، علمای خود از خود بسازیم، قریه از خود بسازیم. دایی باز ما برنامه داریم، شعاری که من میتونم شاید بسیار، ما به هیچ کشور نمیخوایم وارد جنگ باشیم. منافع مشترک ما در منطقه است به رسمیت میشناسیم، اما ما شخصا این حق نخواد دادم که منافع مخفی داشته باشن. اگر اونا منافع مخفی داشتن، ما هم توان داریم که منافع. و یک شعار ما میتیم که ما میگیم کسی زخم داد زخم میتیم، گل داد گل بده. اینی میشعارم. بسیار خوب. شما بار گفتن که جاسوس های داخلی را میشناسن. آیا در موقعیت هستن که 5 جاسوس کلانه که به وطن خود خیانت میکنه نام بگیرن؟ خب اصول است، محکمه است، در ارتباط اسناد وجود داره. خوب است که از مجراهای قانونیش تعقیب شود و یا وقتی که من به قدرت رسیدم ای را به من برتان وعده میتم که یکشان را نخواد ماند. شما حرکتی را ساختن به نام محور. بله. این حرکت ظاهرا بعضی از چهره های حرکت ما میبینیم در جاهای دیگه هستن. بله. من میتونم برتان نام بگیرم، بعضی هاشون حتی کاندید کردن خوده. شما زمانی که نتانن این محور، حرکت محور را نجات بتن، چطور میتونن خود را محور افغانستان بسازن؟ خب محور یک حزب سیاسی نیست، یک چتر سیاسی است. افراد، اشخاص، شخصیت ها و احزاب در این تشکیل این چتر هستن. احزاب و اشخاص میتونن که موقف مستقل خود داشته باشن. ما در محور بحث منافع کلان ملی را میداشته باشیم. مثلا جمع میشیم، شورای اجرایی داریم، بحث میکنیم که در قبال صلح موقف ما چی خواهد باشه. بله. ما به این معنا نیست که چون ما یک ساختار خشک حزبی نیستیم، یک چتر سیاسی هستیم که احزاب مختلف، فرض احزابی است که 20 سال، 10 سال، 15 سال مبارزه کردن اما در او چتر هستن. به این معنا ما کدام خویدات، بله، وقتی که در بیرون موقف میگیرن، زمانی که از آدرس محور موقف میگیرن، باید بگویند که موقف محور، در غیر از اون میگه که یا موقف حزب ما یا موقف شخصی ما. ای بس کاملا شما انتقاد کردن حکومت را به خاطر عدم ایجاد یک اجماع. کی است در اطراف شما که مردم افغانستان خود را ببینه؟ در اطراف ما از فکر چپ است، از فکر راست است، عالم دین است، خانم است، از نورستان گرفته تا قومای بلوچ تا جوانا، یک فکر
متفاوت که بیشتر به گذشته نمینگریم، اشتباهات گذشته خود من حیث یک سرمایه تلخ ملی میبینیم، اما به پیش اما انتظار داشتم شما نام بگیرین. به هر حال چون فرصت برنامه محدود است، دکتر سب سپنتاس، دکتر سب نجفی است، دکتر سب داوود شاه سباس، دکتر سب آجی سب کریم براهوی است، یک تعداد دوست از جنبش روشنایی است، از وکیل صاحب است، از خانم است، از رئیس های شورای علما است، حتی اوتار سنگ که او هم از همکارای ما بود. بله. سوال قطار دوم شما، مایک اوتن برش لطفا کوتاه خود را معرفی کنید. سلام سلام خدمت شما آقای نبیل، بیننده های محترم و حاضرین در تالار. شفیق الله کامران هستم، موضوع دیدبان مهاجرت افغانستان. آقای نبیل، در لابلای هر فایت بعضی خفیف خفیف از مهاجرت ها یاد کردین. اگر شما من حیث زعیم کشور توسط آرای ملت افغانستان تعیین شوین، ممکن در راستای بهبود بخشیدن وضعیت امنیتی، بهتر ساختن اقتصاد مردم افغانستان و همچنان اشتغال زایی در رابطه با جوان ها شما کار و برنامه های خود داشته باشین. بنابراین یک چالش بزرگی که در مهاجرت ها و فرار مغز ها در دوران حکومت وحدت ملی افزایش یافت، بنابراین شما در این عرصه چی طرح و برنامه دارین؟ تشکر. شما قطر اول. السلام علیکم، دکتر یرباز حمیدی، ما د ولسی جرګه کې د خلکو استاذ. زما سوال لاندې دی. جناب نبیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ټاکنو کې په وزیر محمد اکبر خان کې په کورونو کې د کارتونو د پرنټ ماشینونه ایښودل شوي، او تاسو په دې باندې آګام وای او په قدرت کې هم وای او د امنیت رئیس هم وای، خو تاسو هیڅ شی ونه شو کړی. څه تضمین موجود ده چې په راتلونکي 15 کلن نظام کې چې تاسو رئیس جمهور شئ، تاسو به د فساد پر ضد مبارزه وکړئ؟ یو خبره. دوهمه خبره، کوم وخت کې چې تاسو رئیس د عمومي د امنیت ملي وئ، ستاسو په اداره کې فساد، کرپشن، تعصب دی ویل کېدل چې خپل اوج ته رسېدلی ده، تاسو د دې مخه نه توانېدئ چې د دې مخه ونیسئ؟ آیا په راتلونکي 15 کلن کې چې تاسو د افغانستان رئیس جمهور شئ، څومره توانمندي به ولرئ او څومره تضمین موجود ده چې د دې مخه ونیسئ؟ تشکر. قطار چهارم شما. از کدام ولایت بودین وکیل صاحب؟ از پکتیا. سلام، سید مرتضی جلالی هستم، دانشجوی علوم سیاسی. آقای نبیل، طبق معمول شما رئیس امنیت ملی بودین. یک دید و یک مطالعه کلی در رابطه با سیاست افغانستان علیه پاکستان داشتین و دارین و شناخت کلی. یک مسئله خیلی مهم و یک سوژه خیلی قوی در زمینه مطرح است که از دیگه کاندیدها پرسان شد، نیاز است از شما هم پرسان شود. در حکومتی شما به صفت رئیس تیم و به صفت رئیس جمهور آینده افغانستان، نقشتان در رابطه به خط دیورند چیست؟ تشکر. آقای نبیل، سه سوال، چهار سوال از وکیل صاحب، دو سوال بود. اگر در دو دقیقه فرصت داریم جمع بندی کنیم. بسیار. کامران صاحب از ماجرات ها گفت، ماجرات های داخلی قسمی که شما میفهمید که بی جای شدای داخلی است و یکی مهاجرت است. هدف تان اگر از داخلی باشه، بیشتر از این از به دلیل جنگ ها و بی عدالتی است. زمینشان غصب شده، جنگ شده، در 14 مشکلات زیادی بوده، فرزند کمپ مسلخ، کمپ شهیدایی و کمپ های دیگه که جیرای در او ناشی از این بوده که هیچ وقت به او پرداخته نشده. در او مسائل طبعا وقتی که امنیت و عدالت باشه و حکومت داری خوب باشه، او امتانای ما دوباره عودت خود کرد به جاهای خود. یکی مهاجرین بیرون از افغانستان است که وقتی که ما برنامه جامع در بحث امنیت، عدالت، حکومت داری خوب، انکشاف، تجارت، اقتصاد یا داشته باشیم، در او صورت تشویق میکنیم که مهاجرین ما عودت کنیم. محدود است. بله. سوال دیگه که از چیز بود در امیدی سبتا سوالی فساد پکتیانه، در یه خود است بحث دیم مخیم زواب برکن زدر توایم چه اغنه وزیر صاحب چه پا شورا دی امنیت که ناست بی او روز تا دقیقه پا دقیقه حکومت وحدت ملی که دیر مهم سره شی او اسناد دی طول سر موجود بی، آیا د امنیت ملی وظیفه ده چې بدون دنه چې محکمه څارنوالی هغه مسؤولین ورته ووایي چې ته او د وزیرانو نیول په قانون کې ډېره خاص
اغلری د دیو زموږ داوا چې من هيسته ورګون کشفي اطلاعاتي هغه ته هغه ورکو بله که تروریست وای نیولای که تروریست وای نیولای دو گرفتاری یو څوک باید امر ورکی بله ببخشید وخت بله. تمام پوره بله تاسو ولې چې زموږ په امنیت ملي کې فساد و پغه کوو خدش مستند خبره وکړو یو مسله ته ماته ووایه چې دغلته زموږ په بله په افغانستان په اداراتو کې دیک شک نشته په هر کشته دی د اوس فساد دیک شک نشته اما یو بلګه خواه چې مثال دی ویلی چې فلانی وخت کې فلانی رئیس فلانی کارمند یا مو یا زما په هغه باندې د کار شوه خط دیورند آقای جلالی سوال کردن دست وایم سی ثانیه زه دی قضیه ته بیخی متفاوت نظر لرم زما د اوس د برمل ګومل د ولسوالۍ ماشومان ځي او خواته اتلس کاله کې د وطن ته میلیاردو ډالر کمک راغی هغوی ځي هلته درس وهي او طرف دیورند میره اوجا ملي سرود پاکستان احترام میکنن به بیرق استاد میشن ما اول باید امی توان پیدا کنم که این طرف خط دیورنده ما زندگی ابتدایی اولیه را برش فراهم بسازم بعد از او اگر اونا رویش باید به این طرف بیارن و بعد از او ما با معمرایشان استاد شویم در وضعیت فعلی بیاین از مسائل بسیار استفاده نکنیم ابزاری درست میگن وقتش نیست وقتی که ما بتونم این طرف رو با پای استاد کنم من مطمئن هستم که باز یک دید متفاوت تولید بشه رحمت الله نبیل رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری تشکر از حضورتان در برنامه خیر باشین و خوش آمده بخیر باشین دوستان عزیز پایان برنامه است تا برنامه دیگر تا شب دیگر